زیادی گوش بده، این تیکه از خودم نیست، از امام رضاست. امام رضا فرمود با آدم نااهل که برخورد کردی اینطوری حرف بزن طرف میشکنه دیگه، چیزی نداره بگه. بگو ببین، تو میگی ول کن بابا، دین چیه؟ بی خودی روزه بگیریم، بی خودی نماز بخونیم، حجاب چیه؟ ول کن این آهنگ حلاله، یا ول کن اینا رو آخونده درست کردن، خوش باش دو روز. بشی تو بگو، بگو آقا ببینید، یا قیامت نیست یا قیامت هست. خیلی هم نگو قیامت هست، قیز نکن، همچه شل بگی که اون مشتری شد، تعاون حساب کن. بگو حالا یا قیامت هست، نهی شل بگی که بیاد جلو. اگر قیامت نباشه، اگر قیامت نباشه، ضررهای مؤمن رو حساب کنیم. در سال 30 روز نهارش رو 5 ساعت عقب میندازه، 5 ساعت تأخیر نهار. یعنی چون ایمان داره روزه میگیره، نهاری که با 2 بخوره 7 میخوره، 8 میخوره. پس نهارش در سال 30 روز عقب میندازه. دیگه چی؟ این خانم 80 کیلوه، یه نیم کیلو هم حجاب داره میشه 82.5 کیلو. این نیم کیلو هم حجاب، چون یه سری لباسایی که همه بی حجاب میپوشن، او فرق خانم با حجاب بی حجاب نیم کیلو، یعنی یه سری لباسایی که باید بپوشیم. دیگه چی؟ نمازم 7 رکعتش بگو 20 دقیقه، 24 ساعتی 20 دقیقه هم نماز بخونه. نماز ظهر و عصر همش 20 دقیقه نمیشه. اگر رفت مکه، پول یه موتور گازی، یه موتور هوندا، 1 میلیون 2 میلیون هم میره مکه. در عمرش یه بگو 2 میلیون 3 میلیون هم میره مکه. چی شد؟ گیرم قیامت نبود، ضرره. ببینید، فرض کنید قیامت نیست، 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 از بالتر که نی، ضرر ما اینه که در سال چند روز نهار عقب انداختیم، نیم کیلو اضافه وزن داشتیم، دیگه 20 دقیقه نماز خوندیم. 20 دقیقه نماز چیه؟ اگر که راست آینه بایستی زرفا دو از شمال شرقی ببری جنوب غربی، به اندازه که مثلا 2 تا آستین اتو کنی. اگر قیامت نبود، تمام غم ما همینه، تمام غم همینه، که اینم چیزی نیست. اما اگر قیامت بود، که به 1001 دلیل هست، تارک و سرات چه خواهی که تو سرش خواهد که خدا بهش بگه با هر کسانا کسی حرف زدی، وقت با من نخواستی دادی کلم حرف بزنی، بره 2 فلز پول این همه مثل فنر خم شدی، برای قربان گفتی نعمت های من به اندازه الحمدلله نمیارزید.